حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک همراه ما هستند. خوش آمدید آقای آقایی. چرا این حملات انقدر شدید میشه؟ میدونیم مرتبط هست با آنچه در غزه داره انجام میشه، اما شدتش دیگه داره به یک مرحله عجیبی میرسه. ببینید، از 7 اکتبر، از زمان حمله تروریستی حماس، ما شاهد یک پترن رفتاری مشخص از جمهوری اسلامی هستیم، به این معنا که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتیش سعی میکنه به مواضع نیروهای آمریکایی در جبهه نزدیک یعنی عراق، سوریه و یمن حملات ایزایی انجام بده، از طریق حوثی ها به کشتی‌های تجاری هم حملاتی رو انجام میده و موشکایی رو پرتاب میکنه، یعنی حملات موشکی و پهپادی هم به سمت اسرائیل انجام میده که غالبا نافرجام هست. از 7 اکتبر تا الان ما شاهد دست کم 84 حمله توسط نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی هستیم که در طول این بازه زمانی حدوداً 8 هفته‌ای آمریکا فقط 6 بار واکنش نشون داده. واکنش اخیر آمریکا، به طور دقیق‌تر 4 واکنش اخیر آمریکا، از نظر ماهیت و هدف متفاوت بوده. یعنی آمریکایی‌ها سعی کردن در واکنش نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی رو بکشن و اون علاوه بر اینکه زیرساخت‌ها رو هدف قرار میدن، خود نیروهای غیر نظامی رو هم، نیروهای شبه نظامی رو هدف قرار بدن. اما چون آمریکا نمیخواد بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه یا مجموعه اقدامات آمریکا به سطح بازدارندگی حداکثری نرسیده، ما شاهد تداوم حملات ایزایی نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی هستیم و این حمله به سفارت اگرچه نمادین هست، یعنی خیلی خسارت جدی وارد نکرده و تلفاتی رو نداشته، اما مهم هستش با این حال و باید آمریکا به صورت راهبردی بتونه که واکنش فراگیر و گسترده انجام بده تا از تکرار این سیکل حملات تقابل جویانه جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه. ممنونم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، ما رو همراهی کردید در این بخش خبری.